درود بر همیانان ارجمند، شاهین نژاد هستم همراه با دوست گرامی شهرام آریان در بخش هشتم از سلسله گفتارهای بررسی تحلیلی تاریخ نسبتاً معاصر ایران از دیدگاه جنبش رنسانس ایرانی. از آغاز صفویه آمدیم و در چند نشست نخست که فکر کنم 7 نشست بود رسیدیم به دوره ناصرالدین‌شاه. هدف این است که با پیمودن باقی مانده دوره قاجار به دوره پهلوی برسیم و در حقیقت در خلال آنالیز تاریخ معاصر به برخی از اون تو در توها و پیچ‌های بسیار تاریک و روشنی که ما در درون روان اجتماعیمون داریم و همچنین آسیب‌هایی که از 1400 سال پیش داریم با خودمون میاریم به امروز و همراهمون هست و تخریب‌های فرهنگی که بر روی ما انجام شده و نمودش رو میتونیم توی عملکرد سیاسی خودمون، مردم و یا فرمانروایان ببینیم، یه مقداری برسیم به جریان انقلاب اسلامی و این پرسش بسیار مهم و فکر میکنم پاسخ طلایی به اون که چرا همچین رخدادی روی داد و چرا به بار نشست و ثمره چند دهه کوشش های میانپرستان رو برای ساختن ایران به باد داد و پس از 41 سال ما رو در وضعیت زوال و ورشکستگی مطلق امروز به چه کنم. خب رسیدیم به دوره ناصرالدین شاه. شهرام جان رشته سخن در دستت، برویم جلو که دوره بسیار به نظر من شرم‌آوری از این دوره 500 سال است که داریم بررسی میکنیم. حالا به مطالبش که خواهیم رسید فکر کنم شرم‌آور بودنش هم مشخص میشه. درود بر شما شهرام جان. با درود، با درود بینندگان. ولی از نظر کیفیتش با بقیه اون 500 سال فرقی نمی کنه، به جز اون یه مثلا 25-30 سالی از روزگار فرمان روایی شاه عباس که اونجا یه خورده سیستم نسبی داشت و بقیهش فکر از نظر کیفیت فرقی نمی کنه. یعنی تا پیش از انقلاب مشروطه و سر کار آمدن دودمان بعدن پهلوی اونها اون تغییر ماهیتی داد، البته بعداً با همون دشواری‌های روبرو شد که باید می‌شد، ولی به جز اون نظر کیفیتی بدتر از اون که نیست. دوران ناصرالدین شاه ادامه یا باستولید روزگار محمدشاه است، البته توی یک کیفیت بهتر، اوایلش دست کم. محمدشاه که اومده بود سر کار و قائم مقام اونو آورده بود بر سر کار که محمد من تو رو کمک میکنم بیای سر کار و این برادرت رو بزنی کنار و پس از اینکه آمدی با هم میسازیم ایران رو. و پدرش هم که از محمد ضمانت گرفته بود که این کار بکن حتما، عباس میرزا. و محمد هم اومد سر کار و با اون همه قول و قرار اینها بعد از یه سال داد این قائم مقام رو کشتن و رفت سر کاره همون حرمسرا و کباب و گشت و گذار که در موردش آنالیز کردیم. و من واسه اینکه اون جهان درونی محمدشاه روشن بشه و میگه محمدشاه آدم بدی نبود، یه ایرانی تیپیک بود، اون داستان رو مثلا آوردم در مورد اون آقایی که آشنا بود و میگفتش که ما میرفتیم و یه بچه دست فروش رو میدیدیم و که خیلی گرسنه بود و بدبخت و اینا، ولی میگفت شما نگران من که آشنا هستم نباش، ما وضعمون خوبه. این حالت روحی که تو محمدشاه بود، خب این تو ناصرالدین شاه بود، این کل همه ایرانیا هست، تو ایرانیای مسلمان در حقیقت. و ناصرالدین شاه توی حالت باز تولید انگار که فیلمو از نو گذاشتن، اون اوایل محمدشاه باز تولید شد. یعنی وقتی می‌خواست به سر کار میرزا تقی‌خان یا امیر کبیر که اونم یه باز تولید قائم مقام بود، البته توی ظرفیت یه خورده هوشیه محدودتر، ولی همون ایده ها رو داشت و حتی برخلاف قائم مقام تجربه تو سفرهای بیرونی هم بیشتر داشت در روسیه و اینها، بیشتر دیده بود از نزدیک چه خبرها هست تو روسیه و توی عثمانی هم سعید بود. با فکرهای کانکرت اومد پیش ناصرالدین شاه که خب
حالا که نوبت پادشاهی تو برآمد، من یاری میرسونم که تو هم همون آغاز پادشاهیت استوار باشه و بعد دوتایی دست به دست هم میدیم و اون کاری که محمد و قائم مقام نتونستن اونو ما انجام میدیم. ناصرالدین شاه میگفت آره که گو آن، برو جلو، خیلی راحت باشه. و این بار البته ناصرالدین شاه تا قبل از که بده امیر کبیر رو بکشن، برخلاف محمد شاه بیشتر از یه سال طاقت آورد، یکی یه چهار سالی طاقت آورد. ولی سر چهار سال اینم طاقتش به سود تاق شد. حساب کتاب پس دادن در کار کشور کار سختی ها، توقع داشتن. همون داستان روانشناسی خاورزمینی مسلمانه. تمام اون پرت و پلایی هم که میگن، نمیدونم انگلیسی ها توطئه کردن، نمیدونم هم در مورد محمد شاه میگن، هم در مورد ناصرالدین میگن، همش پرت و پلاست. چه محمد شاه چه ناصرالدین، اینجوری بهت میگم، اگه یه سوگلی داشت از اون که دوست داشت، میخواست هر شب بره باش طرف بشه، این اگه زمین و زمانم گرد هم می اومدن، انگلیسی ها 1 میلیارد پوند هم که اون رقم مثلا اون موزه وجود نداشت رشوه میدادن، کوتا نمیومد. یعنی این به کار انگلیسی ها ربطی نداشت. اصل ممکنه تحریکاتی بوده باشه، ولی اصل تصمیم طبیعتا محمد شاه در مورد قائم مقام یا ناصرالدین شاه در مورد میرزا طاهرخان امیرکبیر میگیره و به نظر میاد خیلی براشون مهم نبوده که یه آدم شایسته ای که اینقدر صمیمانه داره به کشور خدمت میکنه رو با احساس اینکه این فرد داره دایره منو به منو تنگ میکنه، از من توقع داره و من باید جنوی آدم دست و پامو جمع بکنم و میگه بهتره تصفش کنم نباشه. قشنگتر از این نمیشد جمع بندی کرد. بله، مال محمد همونطور بود که مال ناصر. یعنی این که حالا محمد اون که عقلش کمتر بود، ما گفتیم تو گفتی بعدش رفت اون رمال و اینا جمع کرده بود، اون ناصر دیگه تو اون حد بود چیزش، حماقتش. ولی داستان همین بود که اینا وقتی سرآغاز اون رفرم رو میدید، میگفت این رفرم که بالاخره دنگ و فنگ داره، بعد دوندگی داره، بعد جواب این اونو دادن داره، چون شما وقتی میخوای رفرم کنی خب یه خورده دست و پای باید ملاکا، اشراف کلاسیک قاجار و روحانیون رو با جمع کنیم میشه. درست. خب اونا از فردا میان گلایه. اعلیحضرت این چه بلایی سرمون داره میاره؟ این مرتی که کافر رفته نمیدونم با این مسیحیای نجس هم نشین شده، اینطوری شده، اونطوری شده. آخه این درسته که نمیدونم مثلا به روحانی شیعه بیاد اینو بگه، اونو بگه؟ آیا این درسته که این مرتی که از پشت کوه اومده، اومده مثلا به مثلا قجرزاده چنین بگه، چنان بگه؟ از این حرفا. تو هر جفتشون داستان این بود، به توطئه انگلیس و پول هزینه کردن و نمیدونم ننه شاه اینو گفته، به اونا زیر 2% ارتباط داره. به خاطر این ننه اینو گفته، نمیدونم کارا نمیکنه که آدم عقلی میگم. اون سوگلی اگه داشت اینا، اونو حاضر نبود جنگ جهانی هم میشد، اونو حاضر نداشت کتاب بیاد. ولی اینو اون وزیر رو حاضر بود هر چه زودتر بده خفه کنن یا بکشن. اصل داستان همین بود. در مورد ناصرالدین شاه و میرزا طاهرخان ما حتی اطلاعات فراتر داریم تا محمد که زمانش خورده کم دورتر. اینا در مورد ناصر میدونیم که اینا این ملاک ها و این روحانیون رفته بودن یه راست پیشش که آقا این رفرمایی که میخواد بکنه زیاد جالب نیست و دست و پای همه رو تنگ میکنه و دست و پای خودت هم یه موقع اعلی حضرت تنگ میکنه و بالاخره ما مگه هدفمون مگه نبود که اینجا بشیم کباب بخوریم مثل اون یکی. و ناصر هم بعد از یه مدت گفته راست میگم بابا، این مردی که موی دماغ شده. همین بود، فقط همین بود. و داد به قول زبون بازاری خودمون تو ایران ردش کرد بره. چون بعد از این که ردش کرد بره، ما میبینیم که بعدن دیگه به مدت خیلی درازی اتفاقی نیفتاد. یعنی شرام جان، یه دلیلی که روی نقش انگلستان هم در این جریان برخی تاکید میکنه این است که بیدرنگ پس از عزل امیرکبیر و بعدم کشتن او، کسی که به صدر اعظمی یا نخست وزیری گماشته شد میرزا آقاخان نوری بود که در اون زمان که مثلا شهروند بریتانیا شدن یک تابو بود، یک چیز خیلی عجیب و غریب بود، یک تبعه ایران به اصطلاح رعیت دولت ایران بره رعیت ملک انگلیس بشه، چون تبعه شده بود و با وجود تابعیت انگلستان اومد نخست وزیرم شد
که بعد بهش گفتن تو باید تابعیت انگلستان رو پس بدی. شاید این جایگزینی امریکا با میرزا آقا خان نوری هم یه مقداری شک و گمان ها رو در این که دست انگلستان در کار بوده بیشتر کرد. نه، من دو پامو توی کفش میکنم که 2% هم به میرزا و ننه شاه و انگلستان ربطی نداشت. ببین از این حرفا در مورد دوران پهلوی هم همش میزنن، نمیدونم اونا که هوادار مصدقن میگن که جمع شدن نمیدونم 10 میلیارد خرج کردن که این پیشوای بزرگ ملت رو کودتا کنن ببرن، یا نمیدونم محمد رضا شاه رو جمع شدن شرق و غرب و اینا پول دادن جمع، اینا که بیکارن بابا. بعدم اون کسی که اونجا هست آخر تصمیم با خودشه. تنها حالتی که آدم ممکن بود بپذیره که مثلا 90% توطئه بوده اینا، که واقعا آدم مدارکی میمد بیرون که مثلا خود ناصرالدین شاه یا مثلا محمد شاه تهدید جانی کسی کرده، از این خبرها نبود. اصل صحبت با ملاک ها بود و امنای مذهبی بود. دلیلی که ما این داستان در مورد نوری و ننه شاه و اینا رو انقدر سر زبون افتاده، این سریالی که زمان محمد رضا شاه ساخته بودن، علی حاتمی ساخت. بله که اونم به خاطر همون خود بزرگبینی خاورزمینی هست که چون حماقت و ناتوانی خودشون رو نمیتونن ببینن، همش میرن سراغ خارجی ها. بابا جونی من مگه توطئه کردم؟ مگه اصلا قدغنه؟ خب معلومه که خب انگلستان اونجا اومده دیده آقا ما یه سری اینجا میخوایم نفوذ اینا پیدا کنیم، همین یارو قائم مقام موی دماغ همین تقی، خب یه جوری باید اینا ردشون کرد رفت. ولی اون قدغن اون طفلی بخواد چیز کنه، کودتا کنه یا اینکه دخالت کنه یا پول خرج کنه از این حرفا. ولی من اونی که به شوخی گفتم اونو بهش باور کن، اگه یه سوگولی بود که هر شب میخواست باش طرف بشه، اگه از دولت بریتانیا میمد اصلا میگفت ما اصلا شاه بریتانیا گفته اصلا ما میخوام استعفا بدم تو رو اینجا بکنم شاه، بازم از اون کودا نمیومد. درسته، انگیزه ها بعد از اینکه ایرونیا مسلمان شدن مغزشون مالی خولیایی شده تو این 1000 سال. اینو افراد میذارن کنار، میرن سراغ نمیدونم پول اینو پول اونو ننه اینو ننه. بابا مگه قبلش که انگلیسی ها اونجا نبودن از آقا محمد خان به عقبتر، آقا محمد خان قاجار به طرف عقب، نادر اینا که انگلیسی که اونجا پر نمیزد، یکی در 100 تا اینا کسی نبود. خب مگه تصمیمات منطقی بود اون زمان؟ درسته. خب اون زمان هم اگه یکی پا میشد میگفت من میخوام اینجا رفرم کنم، مثلا به جان که سر کارش با این دوتا باشه، مثلا با آقا محمدخان قاجار بود که کاملا مثلا مستقل بود، یا سر کارش با یکی از این خلوچلای نیمه دوم صفوی می بود، بعد از یکی دو سال میداد خفش کنن. درست. مثلا نه انگلیسی پول هزینه کرده بود، نه ننه کسی چیزی گفته بود، هیچی. نه در مورد ناصرالدین شاه و امیرکبیرم داستان همین بود. که آقا این دست این خسته شده بود، این ملاکا و این امنای من، این چون امیر کبیر طرحهای رفرمش رو خیلی دقیق گفته بود چی کارا میخواد بکنه. مست. یه فهرست کامل داده بود که همه کارهایی که در روسیه باعث پیش رو. امیر کبیر دقیقا فهمیده بود که پس از پتر کبیر توی روسیه چه اتفاقاتی افتاده. درست. یعنی قبل از اونم قائم مقام دریافته بود و این میخواستش که اینا رو یک به یک تو ایران پیاده کنه. صحبت کرده بود که خیلی جالبه طرحی که بعدن رضا شاه پیاده کرد، ولی با یه دیرکرد زمانی که دیگه دیر شده بود دیگه. شما همین مسئله این که وجود نخست وزیران برجسته مثل قائم مقام و امیرکبیر موجب میشد که این محمد شاه یا ناصرالدین شاه حالت خفگی بهشون دست بده که این آدم خیلی توقع داره مرتب خود فرمایش داره، یه نظمی رو برقرار کرده که این نظم از تخت شیلنگ انداختن ما جلوگیری میکنیم. صحبت ها یه یاد داشتی هم که با دستخط خود امیرکبیر برای پاسخ به یکی از چیزایی که شاه ناصرالدین شاه نوشته بوده مشخصه، مثل که اونجا یه نفری از وابستگان ناصرالدین شاه وابستگان خانوادگیش سفارشی رو کرده بوده ناصرالدین شاه میفرسته برای امیرکبیر که به فلانی پول بدین اونم اذیت نکنین اونم برها بهش برسید. امیرکبیر اونجا دستخطش از پاسخی داده که تصدقتون برم نمیم قربان سایه استادامتون کار کشورداری با تخم شکستن و سفارش عمو و خاله رو حواله دادن جلو نمیره. خب طبیعتا میشه حدس زد که وقتی این نخست وزیری به ناصرالدین شاه که پاسخی میده
خودش میره میشه مزیده بر علت، که خب این آدم الان دیگه اصلا اولا منو تحویل نمیگیره. بنابراین علارغم این که حتما گرایش های مسئول خارجی ها بوده که یه آدم با کفایت و آدم مقتدر هست بشه تا یه آدم ضعیف اونجا بشینه تا اینا دامن نفوذشون محدود نشه، ولی نمیشود منکر شد که اون بیماری هزار ساله، حالا فرق نمیکنه در میان شاه یا گدا، در ایران در همه اقشار جامعه کار خودش کرده. افسون برای که من مطمئنم روزی 4-5 تن به حضور قبله عالم میرسیدن تا چغلی امیر کبیر بکنن. شما کافی 4 تا روحانی که میان میگن بس نشستن رو ممنوع کرده، مادر خود قبله عالم میاد میگه ایشون روزخانی رو ممنوع کرده در کاخ، اون یکی دیگه میاد میگه آقا گله خرج و مخارج رو گرفته، ریخت و پاش رو گرفته، اون یکی از فرمانروای اصفهان خبر میده که آقا ما اینجا دو نفر زدیم شلاپر کردیم این یقه ما رو گرفته. خب اینا هم همه فراورده همون شرایط هزار سالن دیگه، اینا که دیگه انگلیسی نیستن. ببین اینی که نظم ایرانی، مغز ایرانی مسلمان کاملا ریخته به هم و مالی خولیای شده، این اصل مطلبه که نمیتونه دیگه با کسی کار کنه، کسی هم نمیتونه تحمل کنه. اصلا این ربطی اصلا به فقط به شاه و وزیر نداره. مثلا شما ایرانی الان به چسب که دیگه مثلا چه میدونم 150 سال اینا چقدر گذشته، مثلا قراره دیگه خیلی نابغه تر شده باشن. در صورتی که شما وقتی که میری نگاه میکنی میبینی ایرانی های امروز هنوز با هم نمیتونن کار کنن، هنوز تو خارج از کشور یه دونه اپوزیشن به هم پیوسته وجود نداره، توی شرکت 4 تا ایرانی نمیتونن با هم کار کنن. تمام پیشرفتایی که ایرانی ها در شرکت های فرنگی میکنن تکیه، یعنی این که خودش مثلا باهوشه یه جورایی رله میکنه میره بالا، ولی دستگاه کارگزاران و اینا فرنگیه. اگه همه کارگزاران هم قرار بود ایرانی بشه به جان هم میفتن هم دیگر تیکه میکردن. یعنی نمیتونن، یا مثلا به شغلایی که مثلا در فرنگ در تبعید مثلا برمیگذنه کنن ایرانی ها میگن، ایرانی ها مثلا در فرنگ همشه میگن یا پزشکن مثلا در اروپا یا راننده تاکسی. اگه اونی که درس خونده باشه میره درس میخونه دانشگاه میشه پزشک، اگه نخونده باشه میشه راننده تاکسی، یک کاش از دست بده. دلیلش اینه که تو این دوتا شغلا، اون یکی تو مطب یکی تو تاکسی، خودش فرمان میده، انفرادی کار میکنه، انفرادی کار میکنه. این ظاهرا یه نفر دومو نمیتونه تحمل کنه. یعنی چون هم میافتن هم دیگه رو میخوان خفه کنن. خب اصلا ربطی به شاه وزیر نداره، یه چیزی اصلا یوبیکویتاریه که همه جا وجود داره و در داخل خود خانواده هاشون هم هست که همکاری یا رایزنی وجود نداره، فقط سر همدیگه داد زدن، همدیگه رو تحکم کردن، خفه کردن، نابود کردن، فقط اینا وجود داره. و بعد یک کامبینیشن عجیبیه از فشار آوردن و بعد هنگام مسئولیت هم از زیر مسئولیت الفرار در رفته. مثلا تو یه عالم ایرانی پدر مادر هستن که میان مثلا توی ازدواج بچه مثلا دخالت میکنن، با چه فشاری، با چه داد و بیدادی، بدون کوچکترین آگاهی در موردی که این عروس و شوهر اصلا به هم میخورن یا نه، عروس و داماد به هم میخورن یا نه. بعد از 2 سال یا 3 سال پس از اون که کار به ستیز کشید در داخل اون خانواده و جیغ ها برآمد، میبینی پدر و مادری که قبلش با اون تحکم و با اون استبداد و با اون زبون نفهمی و با اون حماقت اینو پیش برده بودن، مثل موش نشستن گوشه میگن ما که چیز نگفتیم، خوش ازدواج کردن. این کامبینیشن های عجب و غریب، مغزای به هم ریخته، دیوانه، زورگو، بعد هنگام مسئولیت فرار، این اصلا ربطی به شاه وزیر هم فقط نداره و اصلا کمتر هم به این انگلیسی های بیچاره ربط داره که رفتن اونجا. خب مثلا در یه حال کار استعماری میکنن، میگه قدقن یه کسی بری جای کار استعماری بکنه. شرم این به هم ریختگی وضعیت روانی و فکری جامعه ایرانی تو این 1400 سال گذشته، حتی در دوره ناصرالدین شاه با حالا تشویق فلان کس و فلان مقام با قرض و قوله سفرهای خارجی هم میره، اروپا رو میره میبینه. برگشتن ایشان از اروپا هیچ تأثیری در روند کشورداری این شخص نداره. یعنی یه علاقه من شده دوربینی باشه اونجا بد نیست و نمیدونم یکی برای من تابلو بکشه مثلا کار هنری هم بد نیست، ولی که هیچ تغییری در کشورداری ایشون انجام نمیشه. و اگر اون میرزا رضا کرمانی نزده بود و ترورش نکرده بود، اگر 30 سال دیگه هم زنده بود فکر کنم دقیقا به همون روال کار ادامه پیدا میکرد. این بیخیالی عجب و غریب
و بیغیرتی عجیب و غریب واقعا نوبره. من فکر کنم درسته که یک جامعه خراب بوده، ولی حالا چون ناصرالدین شاه شخصیت معروفش بوده، برای ما میتونه نمودی باشه از یک ایرانی مسلمان درب داغون سده 19 و تیپیک و تیپیک که شما میبینید کارش این است که مثلا سرگرمیش روزا رو میره شرکت میکنه، شاه عبدالعظیم میره زیارت، زنای حرمش گربه رو به رقص میارن، این که تفریحات آقا تماشای رقصیدن گربه است. یه دلقه که به نام کریم شیرهی داره که تحریکش میکنه بقیه رجال مملکت رو توهین کن، مسخره کن و اونا رو به استهزا بگی که من بخندم، که هیچ کسی دیگر اینجا شخصیت نشه، همه بی شخصیت باشه. بله بله. یک پسرکی رو آورده به نام ملیجک، معلوم نیست چه رابطه با این داره، ولی ملیجک اجازه داره به هر جایی خواست بره، هر کاری خواست بکنه. و نگاه میکنیم مجموعی از بیخیالی، خوشگذرانی بسیار چیپ و زننده، مذهبگرایی خیلی سطحی و تودغار و منفعت طلبی و تنبلی، اصلا یه چیز عجیبی است. یعنی نگاه میکنید دقیقا تمام اون فاکتورهایی که ما داشتیم میگفتیم ملت ما تو این هزار سال به این دوچار شده رو شما در ناصرالدین شاه، شاید چون بیشتر از بقیه زندگیش گزارش شد و از شکایت و روایت داریم، در میاد. اگه آدم توی نگاه روانشناختی مثل مود فروید مثلا نگاه کنه، انسان مسلمان پروجکشن یا فرازافکنی ویژگی های خود اللهه. الله تو آسمونا نشسته با یک نیروی تحکم کامل و ترکی رو میخواد میگیره، شکنجه میکنه، فلان بسار اینا، و کسی هم ازش حق سوال نداره. میدونی که پرسیدن که این خدا داره چیکار میکنه، مثلا برخلاف آیین زرتشت که طبیعی بوده، مثلا تو بندهش نمیپرسن که این خدا داره چیکار میکنه. در اسلام بدترین حالت شرکه. یعنی شما یه کسی از اونجا بر مسند نشسته، کسی هم حق نداره بپرسه ازش چیزی، اون خودش گاهی میگیره اینو شکنجه میکنه، اونو پاداش میده، به خودش ربط داره، برنامه‌ش هم مثلا روشن نیست. ازش هم میپرسی که الله اصلا ما رو واسه چی آفریده، میگه معلوم نیست، میخواد ما رو آزمایش کنه، حالا آزمایش چی بشه؟ هدفش چیه؟ در حقیقت ناصرالدین شاه یا محمد شاه طفلی یا دیگرانشون فقط پروجکشن الله هستن. یعنی انسان مسلمان یه پدیده طبیعیه، یعنی برآمده از ایدئال های خود یزدانشه. یزدانش هم اگه بپرسیم میگن تو آسمان شده تخم خورد میکنه، داره ما رو آزمایش میکنه. بعدم گفته هر کیم بفش گوش نکنه میگه شکنجهش میکنه. هدفی هم داره این یزدانه، میگه نه خدا کارش حکمت داره، زیادم بپرسی میگه شرک بیشتر شکنجهت میکنه. درست. این دقیقاً ناصرالدین شاه اونجا تو حرم نشسته، میگن چیکار داره میکنه، معلوم نیست، علی حضرت اونجا داره واسه خودش ول میگرده، ولی اگه زیادم بپرسی میگه شکنجهت کنن. درست. اون فرقایی که ما آنالیز میکردیم که مثلا برخلاف اون شاه زرتشتی پیش از اسلام که مثلا اردشیر بابکان مسیح رئیس جمهور آمریکا امروز تا چه اندازه خودشو توجیه میکرد توی اون ذکر شاهان ساسانی مثلا مروج که من برنامه‌ام چیست، به دنبال من برنامه‌ام چیه، من این کارو میکنم، من این کارو در خدمت ملت میذارم، من نمیدونم آخر سر خادم شما هم چنین میکنم چنان میکنم، خودشو داره توجیه میکنه. این در الله وجود نداره. الله سیستمش فقط پس گردنی و نمیدونم خواب بعد از ظهری و یه خورده شکنجه و اینا، کسی نمیدونه چیکار داره میکنه و همون تبلور پیدا میکنه توی فردها. ببینش اگه اون فرد حاکم باشه، چون موقع قدرت هم داره دیگه، خیلی شبیه‌تر میشه به الله. ولی اون فردایی هم که قدرت ندارن، اونا هم تو محیط خانوادگی خودشون کوشش میکنن همون ایدئال رو زندگی کنن. مثلا یه کسی ممکنه فقط یه پدر خانواده است، شغلش هم مثلا کشاورز ساده است یا مغنیه، کارهای ساده مثلا زمان قاجار. خب اون قدرتی نداره که دیگه کسی رو بگیره شکنجه بده، اینا زن بچه‌ش رو شکنجه میده. درست. و میگه شما به کار من حق ندارید دخالت کنید، من پدر بدی هستم، پول بنزکاو خونه نمیارم، به شما ربطی نداره، حرف بزنید شکنجهتون میکنم، میذارم میگیرم میکنم میکشم میزنم استخوان میشکنم، اینا به من ربط داره، من خودم کار خودم میکنم. و این تو مدل بزرگترش میشه مثلا کلانتر منطقه، تو مدل بزرگترش میشه استاندارد، تو مدل بزرگترش میشه شاه. اینا هیچ کدومش منظور بدی نداشتن، فقط اون چیزی رو که ایدئال دینشون بود زندگی میکردن. حالا ما کارمون این بود که فعلا از تو این دوران رد بشیم. این ناصرالدین شاه بعد از این که یه 4 سال دیگه دندون رو جگر گذاشت که مثلا میخواست برخلاف محمد شاه یه سال نکشه چیزو
امیرکبیر 4 سال بالاخره فامیل هم شده بودن دیگه، شوهر خواهرش بود امیرکبیر. یه 4 سالی من طاقت آوردم. بعد از اون 4 سال دوباره شد محمد شاه. یعنی در حالت خورناسه به سر می برد. 1848 اومد سر کار، 1852 داد امیرکبیر کشتن، بعد 73 اگه اشتباه نکنم رفت اولین مسافرتش به فرنگ. یعنی یه 21 سالی 52-73 در حال خورناسه به سر می برد، تو همون مثل محمد چاه، تو همون من کباب و نمیدونم گشت و گذار و حرمسرا از این حرفا. 20 سال میدونی تو همون 20 سال چه اتفاقاتی افتاد؟ بله. 1852 حالا نزدیک جنگ، یعنی در بحبوحه جنگ کریمه، حالا اون اتفاق مهمی نیست. 1870 بیسمارک آلمان متحد درست کرد. نه نه انظر علمی دارم، انظر علمی ببین 1850 روزگار کاری مکسول و همزمان همیلتون آغاز کرده به ایجاد فرمولای نهاییش. یعنی این که ریاضیات روزگار حتی گاوس دیگه کاملا منقلب شده و به نسل ریمان و این یکی‌ها پیوسته و در آستانه اون هستیم که کسایی مثل دیدکیند اینا پدید بیان و 1870 دیگه جهش به طرف وایرشتراس و اینا. یعنی یک جهش نجومی دیگه دوباره توی ریاضیات و تکنولوژی توی اروپا. یعنی اگه یه جهش همون انقلاب صنعتی کلاسیک بود اواخر قرن 18، یه جهش به همون بزرگی این تکامل مکانیک آنالیتیکی وسط قرن 18 تا اول قرن 19 بود و یه جهش سوم که شاید راست شبخه از اون دوتا اولی هم بزرگتره، این جهش به ریاضیات ابسترکت آخر قرن 19 همه. یعنی میانه تا ما تو اونجا هستیم، همون ریاضی که ما در دبیرستان دانشگاه میخوندیم. حالا مدل خیلی عملا دیگه آن مقدمات همونه دیگه. بله مدل یعنی اینا پاشونه دیگه، با دیدکیند و اینا گذاشتن تو دستگاه های اکسیوماتیک، توضیح های اکسیوماتیک که آریتمتیک و دستگاه های کلکولی رو هم بتونن مثل مثلا اقلیدوس اثبات کنن. بعد از 2000 بیش از 2000 سال این آرزو بالاخره انجام تحقق پیوست که دست کسایی مثل هیلبرت و اینا آخر سر، ولی وایرشتراس اینا او اصلا یه بساط. یعنی اینا دیگه تو جهش به همون فیزیک کوانتومی در آستانش هستن. فاصله نداریم ما دیگه، فیزیک کوانتومی اول قرن 20 اومد، 20 اومد. حالا فکرای اولیش که با پلانک بود و بعد ولی همون فکر هم با پلانک حقیقت نهاده شد. یعنی ما دیگه تو این اصلا دیگه توی جای افسانه‌ای اصلا میلیون ها سالای نوری دیگه اونور ای 20 سال داره قلیون میکشه توی آخه مرمر. و چون اون یکی اومده بوده گفته بوده که بذار این فاصله رو که نجومی شده 2% کمترش کنیم این فاصله رو. یعنی گمان نکن که اگه امیرکبیر این کار رو میکرد اتفاقی به اون صورت توی ایران میافتاد، ولی گفته بیا یه خورده کمترش کنیم. میگه من همین هم نمیخوام بابا، من میخوام برم کباب بخورم شبا با این سوگولیام طرف بشن، ولم کن. یعنی میون اون 1852 تا 73 اصلا باور نکردنی که توی اروپا چه اتفاقی داره میفته. آره شهرام وقتی هم رفت 1873 برای نخستین بار اروپا و برگشت، بازم آش همون بود و کاسه همان، هیچ اتفاقی نیفتاد در ایران. البته میگن که فقط شگفت زده شده بوده مثل یه آدمی که با چکش تو ملاجش کوبیدی. آره. آره. اینا دیگه چیه؟ این رفته بود این کشتی های فولادی رو دیده بود و این تکنولوژی مدرن رو که دیده بود، اصلا مال یه سیاره دیگه است. ولی نکته بسیار جالب اینه که با این که این جهش سیاره‌ای و این گسل سیاره‌ای رو دیده بود، اینطور نبود که یک انرژی غیر قابل توضیحی توش پدید بیاد که اگه ما برگشتیم دیگه با تخت گاز بریم. جالبه شهرام، پتر کبیر هم پیش از اینکه پتر کبیر بشه در سن جوانی رفت به اروپا، به غرب و شمال اروپا، فنون مهندسی رو فرا گرفت، اونجا رو دید، سیستم رو شناخت، حساب و کتاب رو دید، برنامه‌ریزی ها رو دید، رشد صنعتی رو دید و برگشت و با یک انگیزه بسیار بالا و نیروی محرکه زد و روسیه رو از یک حالت کشور کاملا عقب افتاده تبدیل کرد به یک کشور نیمه صنعتی و کشور نیرومند و برای همین هم لقب کبیر گرفت. ولی همین سفر رو حالا کوتاه‌تر ناصرالدین شاه میکنه و
و بازم انجام میده و هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ اتفاقی نمیفته. این نشون میده که انسان ایرانی مسلمان مچاله شده و له شده است که حتی کارهای بزرگ هم نمیتونه در اون انگیزشی رو ایجاد بکنه که دست کم بیاد دست و پایی بزنه بگه آقا من تحت هیجانم، حالا بعد از دو سال سه سال فراموش کنه. ما الان تنها چیزی که میبینیم از دوره 4 ساله امیرکبیر باقیمون، چون کاری که دامن قشون بود که از میان رفت، قوانینی که برای کمک به بازرگانی ایران بود که خب اونم بالاخره بعد از مدتی عوض شد از میان رفت، دارالفنونی بود که تا همین اواخر افتان و خیزان یه تعداد فوق التحصیل بیرون میداد و اونم آخرین یادگار اون مرد بزرگ امیرکبیر بود. یه چیز جالبی شرح من در کارنامه امیرکبیر میبینم، پیش از اینکه ایشون اصلا نخست وزیر بشه و لقب امیرکبیر رو بگیره، میرزا طهیرخان با هیئتی میره به ارزروم به خاطر رسیدگی به اختلافات مرزی ایران و عثمانی، این در هنگام محمدشاه قاجاره، و اونجا ایشون رئیس هیئت رو داشته، مثل که 10-11 نفر بودن هیئت ایران. چند روزی طول میکشه این گفتگو و مذاکرات، ظاهرا دعوت میشه از اینها که نهار رو برن به فرمانداری و در اونجا نهار مهمان فرماندار ارزروم باشن. اینا هم پا میشن میرن و بعد اون مفتی شهر، آخوند سنی شهر در ارزروم، سر و صدای را میندازه و شایعه میپیچه در شهر، درست و نادرستش رو نمیدونیم، که یکی از اعضای هیئت ایرانی، یکی از این 10 نفری که اونجا بوده، به یه پسر بچه تعرض جنسی کرده. اون آخوند، اون مفتی هم سر و صدا میکنه که آقا شیعیان اومدن بچه اهل تسنن رو مورد تجاوز قرار دادن، بریزین اینا رو تیکه پاره کنید. مشکل تجاوز نبوده، مشکل شیعه بوده. ظاهرا دقیقا حمله میکنن به فرمانداری و فرماندار میگوید که نهار که خوب خورده شده، به خاطر اینکه جلوی جمعیت نمیشه گرفت، شما از در پشتی ما به شما لباس عثمانی میدیم، لباس ترکی میدیم، بپوشید و بگریزید، قاطی جمعیت بشین برین تا اینکه ببینیم چیکار میشه کرد. بعد اونجا میرزا طهیرخان به همراهانش میگه که این دسیسه است که حتما این با آگاهی این ایجاد شده، به خاطر اینکه ما رو در موضع ضعف قرار بدن. من اگر اینجا لباس جامعه ترکی بپوشم و از این در خارج بشم، فردا نمیتونم تو گفتگوهای حل اختلافات مرزی دست بالا رو داشته باشم، دیگه کارمو تمومه. موقعی که فرماندار اصفهان میکنه، میرزا طهیرخان میگه که ما با جامعه ایرانی وارد شدیم از در جلو و با جامعه ایرانی هم از در جلو خارج میشیم، با لباس ترکی به جایی نمیریم و وظیفه حفظ جان ما هم با دولت عثمانی شده تیراندازی کنید، شده بکشید، راه رو باید باز کنید، ما به صورت هیئت رسمی ایران بریم. فکر میکنم شهرام این آخرین دست و پایی است که نشان از یک غرور ملی شکسته نشده یا سیلی به صورت زدن برای سرخ نگه داشتن چهره است، پس از اون نمایش های اقتدار نظامی که نادرشاه داد. چون دیگه پس از اون ما یه همچین حرکت هایی ندیدیم تا دوره حالا انقلاب مشروطه و پهلوی ها. حالا به نظر من از داستان غرور ملی و اینا خیلی مهمتر مسئله عقله. عقل چون در مغز مسلمونا پاشیده، وقتی که یکی اون وسط پدید میاد که به خاطر هوش مادرزادی استثناءن عادی رفتار میکنه، به نظر اون یکی ها غیر قابل درک میاد. بخش بزرگش عقل این نشسته اندیشیده، گفته که خب این تاکتیکیه، اینا پرداختن، هیچ عیبی هم نداره، ما هم تاکتیک خودمونه داریم و انجام میدیم، اگر این وسط به ما آسیب دید هنگام انجام وظیفه درگذشتیم رفتیم، هیچ عیبی نداره. این وسط فقط مسئله خرده، فقط مغزه، این مغزه که توی مال مسلمون متلاشی شده، از کار افتاده و اون بقیه مسئله غرور اونا به نظر من سکند ریته. یعنی اگه مغز مسلمونا کار میکرد ولی چندان غرور نداشتن، ما مشکلی به اون صورت نداشتیم. الان تکنولوژی راه افتاده بود، کشور داشت کار میکرد، الان میگفت خیلی آدمای مغروری نیستن. اون مخشون چون پاشیده، یه کسی که اونجا نسبتاً نرمال رفتار میکنه به نظرشون خیلی غیرعادی نابغه میاد. در مورد این ناصرالدین شاه خودمونم که رفت اونجا گشت و برگشت و اینا، کاری که انجام داد خیلی جالب بود. یعنی رفتید، آره، مثل این که اروپا جهش های کرده، ما هم دیگه در عصر حجر هستیم و اینا، ولی ما چجوری میتونیم به مدل مسلمونی بهرمند بشیم از این پیشرفتای
اروپا، یعنی بدون اینکه زحمتی بکشیم. ما چیکار میکنیم؟ میایم امتیازهای انحصاری میدیم به فرنگی ها، اونا بیان درست کنن. که ببین ما خودمون نمیسازیم، ما خودمون نمیدونم راحت، نمیدونم راهای شوسه یا هرچی که شما میخواید در نظر دارید، رابندازی یا تو کشور خودتون دارید، ما یه کار میکنیم. من اینو میدم به تو، تو خودت بیا بساز، فقط یه پورسانتی هم به من بده. درست. این مسئله پورسانت هست الان، جهان پورسانت که پس از انقلاب دوباره پیدا اومده. یعنی کلن اگه یه کسی بیاد با نگاه فلسفی اینا نگاه کنه، از همانندی جهان جمهوری اسلامی با جهان قاجار در شگفت میشه. درست. که به همون حالت پیمانکارای فرنگی رو، یا حالا الان چینی شده، چون کنفوسیایی هم خودشونو رسوندن به فرنگ، که طبیعی هم بود که میتونستن یه روزی برسونن، یا فرنگی ها رو، حالا اگه فرنگی باشون همکاری کنه، فرنگی چون نیست روس میاره و چینی میاره، میده دست اون، میگن خب حاج آقام رفت مثلا پیش صیغه ایش، تو خودت دیگه بساز، به چینی میگه. و همین حالت رو شما زمان قاجار هم داشتید. این فلسفه کمیسیون گرفتن یا پورسان گرفتن برمیگرده به صدر اسلام. این قانون که در غزوات وقتی که مسلمانان حمله میکردن به کاروانهای بازرگانی، آنچه که غنیمت میگرفتن و پیامبر اسلام مقرراتی میذاره که یه پنجمش به نام خمس، یک پنجم باید در اختیار او قرار بگیره که برای رهبر دولت اسلامیست. کانسپت اسلام کلن اینه که از اول بوده که اونایی که کار میکنن خودشون خرن. ما تنها کاری که میکنیم اینه که عرازل رو که حتی 20% جامعه هستن، آدم های کمهوش و اینا رو سازماندهی میکنیم، میلیون ها نفره میریزیم، اون مدیران قبلی رو اگه دقت نکنن تو میدان جنگ جلومون نگیرن میکشیمشون، وقتی یه بار کشتیمشون و اون دیوار شکست، دیگه از درون وارد جامعه میشیم، مثل سرطان همه جا رو میگیریم. و بعد از اون دیگه فقط دقت میکنیم که دیگه قیامی رخ نده، ولی شما وقتی یه بار همه رو گرفتی میتونی قیامان هم سر موقع شناسایی کنی، سرکوب کنی. اسلامو فقط همون اول نباید جلو شکست بخوری، اگه را بدی بیاد تو کشورت عینه سرطان تمام تنتو در مینورده. و وقتی رفتیم اون تو، بعدن دیگه تا روز رستاخیز اینا رو میمکیم، مثل حالت مافیا، زالو، مثل زالو مافیا. حالا از موضع شکست خوردم اسلام دوباره همین کار رو میکنه، نه فقط از موضع پیروز که حالت طبیعیشی که میخواد حمله کنه بزنه بگیره مافیایی به مکه. حتی وقتی شکست خوردم هست، میگه من یک کار میکنم، من این فرنگی های خر رو ور میدارم میارم، چون اینا مثل که اهل کار کردنن، و من به اینا میگم دیگه تو خودت بساز، فقط یه پورسانتی به من بده. و اون مسلمون گمان میکنه که ببین فرقش با اینه که اگه من فقط میتونستم اینو شکست بدم این بود که اگه من این فرنگی رو شکست داده بودم، میگفتم کار کن بساز، پورسانتی که به هم میدی 60%، حالا که من از موضع شکست خورده با تو کار میکنم، تو کار کن بساز ببر، پورسانت من 20%. ولی کانسپت اینه که یه آدمی که کار میکنه اون خره، بذار اون کار کنه، من فقط پورسانت هم میگیرم. حالا اگه پیروز شده باشم 60 میگیرم، اگه شکست خورده باشم 15 میگیرم. کانسپ یکیه که کار کردن مال خره. کار کردن مال خره یکی از بنیادی ترین پیام های اسلامه، که آدم وقتی میتونه بره بزنه بکشه و بعد مثل زالو به مکه میگه دیوان از کار کنه. جالبه شهرام، این فقر رجل سیاسی یا کلن این که وضعیت کل جامعه از بالا تا پایین وضعیت اسفباری بوده در دوره اسلامی، که حالا در دوره قاجار ما تمرکز سخنمونه، در هنگامی که افسر نظمیه میاد بازجویی کنه از میرزا رضا کرمانی، کشنده ناصرالدین شاه، خیلی خیلی جلوه زیبایی پیدا میکنه. اون بازجویی چون مستند بوده و مدارک و اسنادش هست، دقیقا این گفتگوها رد و بدل شده که میگه چرا شاه رو کشتی، شاه شهید رو، ناصرالدین شاه؟ میگه برای اینکه باعث بانی ظلم بود، من نمیدونم در کرمان پدرم رو در آوردن، زنم رو گرفتن، ازم زمینم رو گرفتن، رفتم شکایت کردم به فلک، بستم منو کامران میرزا فلان کرد، بعد رفتم عثمانی و اونجا یه مدتم سید جمال الدین رو دیدم، اسدآبادی رو، بعد برگشتم و فلان رو، بعد تصمیم گرفتم یادم بکشم. بعد که این ریشه ظلم بود،
بله. و خیلی قشنگ اون افسر نظمیه با یه جمله ساده فلاکت و بدبختی ایران اسلامی رو بیان میکنه. میگه در بیرون دروازه‌های تهران چه انوشیروانی و سراغ داشتی که فکری با کشتن اون میاد جایی میشی. اون افسره مثل این که به اندازه ما میدونسته چه خبر باور کن. یعنی به نظر من این افسر نابغه بوده با یه جمله ساده میگه کی ببینه کی میاد جاش، کدوم منو شیره با پشت دروازه تهران منتظر به من نشونه من بیارمش. نه نمونه هم که آورده شگفت آوره، یعنی یه نمونه از ایران باستان برداشت. یعنی گسل هم میدونسته این افسره باست خودش یه پا فیلسوف بوده. من فکر میکنم تحت تاثیر یه مقدار تک و توک این برونور بزرگانی بوده که آن هنگام اومدن و یه مقداری ایران رو خواستن بشناسن. حالا آخوندزاده نه، دیوان سرایای ایران، نه دیوان سرایای ایران قبل از آخوندزاده هم میدونستن که اسلام چیه، شکست قادسیه چیه. بله اونا فقط در و پنجره رو که میبستن میشه تو خونه میگفتن. درست، اینا یکم علنی تر گفتن و جونشون هم خب گذاشتن پاش دیگه. بله به حال نکته جالب در مورد ناصرالدین خود بودن بگیم دیگه، کم کم تمامش کنیم. چقدر وقت داریم الان؟ 13:43 ماه بوده، 2 دقیقه دیگه فرصت داریم. بعدم یک مطلب کوتاهی میخوایم بگیم. پس من ناصرالدین شاه خلاصه بعد از این سفرهایی که اومد و به این مسئله امتیاز دادن روی آورد، به اون کانسپت نوع اسلامی واسه صنعتی شدن، انقلاب صنعتی از نوع اسلامی دقیقاً این امتیاز انسانی رو میداد و سه بار کلن رفت فرنگ، نه 73 بود اگه اشتباه نکنم، بعد 78 بود و اگه اشتباه نکنم 89. تو 78 بود که گمان کنم به سرش زد که یه واحد شبیه مثلا واحدهای اروپایی هم تو ارتش درست کنن، به از اتریشیا خواهش کرد. حالا اون چه آبروزی بود که همیان خودشون تاریخ‌های کلاسیک خوندن بهتر میدونن که اتریشیا اومدن نگاه کردن گفتن اینجا اصلا نه درآمد داره نه مالیه داره، اصلا اینجا چه خبره. بعد از 2-3 سال پاشدن بعد رفت روسا رو دید. حالا جالب قزاق درست کنه، قزاق گفت شما قزاقا بیاین. بعد روسا گفتن اوکی شما که پول ندارید، اتریشیا گفتن شما پول ندارید، هیچ ندارید، ما هم که خودمون چیزی ندارید، ما میایم چون اینجا منافع استعماری داریم هزینه رو تانزی زدی خودمون میدیم مال قزاقا رو که بتونیم باشیم. حالا تو هم اون موقع یه نیمه ارتشی مثلا داری. حالا نکته بسیار خنده‌دار اینه که تو اروپا هم گشته بود، مثلا رفته بود اون ارتش آلمان پروس هم دیده بود که دیگه با فاصله نجومی قوی ترین ارتش دنیا بود، این عظمتش رو نفهمیده بود. از چیزی که خوشش اومده بود به قزاقا روی آورد، واسه این نبود که این قزاقا این مثل کارهای سیرک میکنن جفتک میندازن میبرن و میبرن، از این خوشش میگفتش که اینا خیلی پر جنب و جوشن. مال اون آلمانیا چون مثل آدم آهنی بود میگفت اینا خیلی یوبسن فایده دارن. حالا جالبه که برخی میپرسن که چرا نام این دیویژن قزاق شد، این نام از کجا آمده؟ خود روسا کازاک میگن و کازاک ها در جنوب روسیه در حوالی اوکراین زندگی میکنن. هر حال یک تباری بودن که خیلی رزمی بودن و نیروی نظامی که از قزاک ها درست شده بود خیلی هم وفادار بود به تزار و در حقیقت شمشیر برنده تزارها نیروی کزاکشون بود. این کزاک در موقعی که در ایران تشکیل شد به قزاق به اصطلاح یه نوعی ترجمه شد، هیچ ربطی به قزاقستان نداره، در حقیقت یک ترجمه اشتباه بود، در حقیقت نیروی کزاک. الکادم میگه آخه مثلا یه لشکر آلمانی پروسی همون موقع ما زمان بیسمارک بودی اون موقع میفته به راحتی از پس شاید مثلا 8 لشکر قزاق برمی اومد. درست. ولی این فرق کیفیت رو نفهمیده بود، اون مثل آدم آهنی میستن میگفتن یوبس هم فایده نداره، یکی رو چون جفتک میداخت از اسب میرفته از این دباشا که قزاق ها از این خوش شده بود صد شعور رو میتونی رو میدید. حالا خلاصه این داستان ها همینجوری اومد تا اینکه آخر شهید شد دیگه. بقیه که روایت گویی که نمیکن بخش رو همیانا خوش میدونه شهید شد. بجه حالا اینم به عنوان لطیفه آخر بگیم و بعد دیگه این فصل هم تمام کنیم که میگن جان که داشت میسپرد نخست وزیر بالا سرش بود که اون بدن کال بود و برداشت و با کالسکی پرد، گفت وقتی داشت میمرد، حالا بعد از 48 سال پادشاهی بود، گفتش که اگه زنده بمونم از این بعد جوری دیگری حکومت میکنم، پادشاه خوب میشه. بعد از 48 سال
که تو 48 سال دیگه دنیا اون جهش نجومی رو کرده. حالا شاید شدم تهدید میکرده، شدم تهدید میکرده که اگه زنده بودم پدر مردم رو در میارم که پیگه دارم دارم. چون اگر قرنطینه میکردن حرم شاه عبدالعظیمو، خب میرزا رضا کرمانی نمیتونست تو حرم بره و بکشتش، چون قرنطینه نکردن. یعنی ناصرالدین شاه فکر کرده خیلی مردمی کرده. راست میگی، این اسپکت نمیدونم اصلا به من نمیده با مردم قاطی بشم، این فلان فلان شده رو باید سرکوب کرده. احتمالا توی این ذهنش بوده اگه زنده بمونم، شاید هم منظورش این بوده واقعا. خب با مرگ ناصرالدین شاه بعد میریم وارد فاز مظفرالدین شاه میشیم و اتفاقات مهمی که آستانه انقلاب مشروطه و خود جنبش مشروطیته که میذاریم برای نشست آینده. من دو تا مطلب می‌خواستم با همیانان در میون بگذارم. یکی این که مسابقه شاهنامه تا دوم دی ماه فرصت هست که کارا رو بفرستید و جوایز نقدی دریافت کنید. برخی از همیانان فرهنگ دوست و میهن پرستمون اسپانسر شدن، پشتیبان مالی شدن و برای اهدای جوایز اونا هستن که در حقیقت دارن مبالغ رو میدن. چه در ایران باشید چه در بیرون ایران، ما جوایز نقدی رو دست شما خواهیم رسون اگر جزء برنده ها باشید. شماره برنده ها هم زیاد خواهد بود. خود اعلان برنامه یعنی آگهی مسابقه شاهنامه در پایان سخن من و شهرام پخش میشه. در پایانش ایمیل آدرسی داده میشه که میتوانید با اون ایمیل پیوند کنید با ما که اگه مقاله هست، اگه کار هنری هست، خودشو یا عکسش رو یا تصویرش رو یا صداشو برای ما بفرستید و بگید برای مسابقه شاهنامه که در مسابقه گنجانده بشه. دوم دی ماه پایانه، یعنی دو دی ماه دیگه برنامه تعطیل میشه و یه ماه بعد در بهمن برنده ها معرفی میشن و جوایزشون داده میشه. بنابراین اگر که خودکار کاغذ داشته باشید میتوانید یا رو خود تلفنتون ایمیل آدرس رو بزنید که در آخر آگهی مسابقه شاهنامه است. مطلب دوم هم این است که هم میهنانی محبت کردن، از برنامه خودشون پشتیبانی کردن، فکر میکنم هر ماه هفتن هشتن کمک های مالی رو به حساب جنبش رنسانس ایرانی ریختن و من هر چند هفته یه بار نامشون رو دستکم نام کوچکشون رو اینجا خواهم گفت برای اینکه بدونن ما دریافت کردیم و از این بابت از همراهیشون سپاسگزاریم. امیدوارم که با شدت بیشتری این همیاری ها ادامه پیدا بکنه. هزینه ایرتایم تلویزیون نسبتاً بالاست و باید بتونیم از پسش بر بیاییم. صورت یه ماه و دو ماه همین سلام میدونید که چند سال این هزینه ها رو داشتیم و برنامه ها انجام شده. برای کسانی که تا کنون همیاری نکنن و نمیدونن چگونه میتونن این کارو بکنن، تشریف ببرید به تارنمای www.iranianrenaissance.com. سایت ما هست iranianrenaissance.com و اونجا که بروید یک به صدا تبی هست به نام دونیشن یا همیاری، رو اون کلیک کنید میتونید با کردیت کارت و از طریق پیپل همراهی بکنید و به هر حال در پرداخت هزینه های برنامه تلویزیونی مشارکت کنید. از توجهتون بسیار سپاسگزارم. محبت بکنید، برنامه ها رو معرفی کنید به هم میهنان. لینک یوتیوب ما رو در اختیار علاقمندان قرار بدید. فایل های آوایی این برنامه ها که کم حجمه در شبکه تلگرام جنبش رنسانس ایرانی خواهد بود و رو فیسبوک هم گذاشته میشه. امیدوارم که در پخش و نشر این آگاهی که در دراز مدت به انجام یک رنسانس ایرانی میتواند کمک کنه در کشورمون یاری کنید. بسیار سپاسگزارم از توجهتون. شهرام گرامی اگه سخنی نداری بدرود بگیم به همین. نه بدرود. بدرود.